سلام و درود فراوان من بر تمام همیانان عزیزم. امروز خبرهای خوبی ندارم، به خاطر که خبرهای شرفتم از آیدای رسولی، کسی که این زن 33 سالش بوده، درجه دکترا داشته، در خیابان رو بودنش و بلایی به سرش آوردن و جنازهش رو به کلانتری تحویل دادن. این دکتر جرمش این بوده که به اونایی که زخمی شدن، به اونایی که درد داشتن، بدون اینکه پول ویزیت بگیره میرفته پرستاری میکرده و درمانشون میکرده و این دولت دستور میده که نابودش کنه. کسی که انسان بوده، به بشریت و ملتش داره کمک میکنه، ابه میبرنش. چقدر اینا ظالمن، چقدر بی وجودن. صبر داشته باز میشه این در، باز صبح میشه این شب. صبر داشته باش. از این طرف دختر 16 ساله ای در رود کارون دیده میشه، پیداش میکنه. به چه دلیلی دختر 16 ساله زن 33 ساله رو شما میکشین و دلیلی ندارین؟ جز اینا خدمت کردن به مردم باید کشته بشن، چون اینا شعور ندارن، سواد ندارن. شما حساب کنین دبی که با پول ایران ساخته شده در دادگاه لاهه شکایت کرده، چون اینا قرارداد 25 ساله گاز رو بسته بودن و نمیدونستن که گاز در حال بالا پایین داره، یه تبصره ای بذارن. چرا؟ هر کی رأس کاره بی سواده، شعور یه قرارداد بستم هم نداره بر مملکتش، خلاف کرده. حالا دولت دبی اینا رو در دادگاه لاهه سو کرده و میلیاردها دلار خسارت خواست. از این بر ترکیه همین کار کرده که الان دارن گازهای مجانی میدن که اون خسارت هم بین بره. کی داره زور اینا رو میکشه؟ ملت بدبخت. از این بر که دزدیاشون کردن، غارت کردن، چه نفت و چه گاز و چه طلا و چه غیره. از این بر که دارن جوانامونو میکشن و این واقعا شرم‌آوره. نمیدونیم چی کار کنیم، چی بگیم. فقط الان نگاه کنید، در سرمای سرد نروژ زنها رفتن جلو سفارت و میخوان که این سفارت ها بسته بشه، این آدم دزدی ها ابن بره و پولایی که توسط سفارت جا به جا میشه جلوشو بگیرن. اینا جز دزدی و آدم کشی چیزی بلد نیستن، چون سواد ندارن. از اون خامنه‌ای گرفته تا اون بقیهش، مملکت افتاده دست بی سوادا، بی شورا که نمیشه صحبتش کرد. مردم ما در فقر و بیچارگی قرار بگیرن و اینا رو پولا رو به کجا فرستادن، برای چی فرستادن، کی میخواد بخوره معلوم نیست. صاحب مملکت های ما شده قراردادهای قلابی های، این که با چین و روس و قطر و دبی و
همینا بستن. شما قطر رو نگاه کنید، چه استادیو درست کرده که هر اتاقش میتونه به چرخ تمام منطقه و استادیو رو ببینه. با پول کی؟ با پول ملت ما، با خون ملت ما و کشتن جوانهای ما و زنهای ما و فروش ناموسای ما. خجالت زدم در مقابل این همه ظلم به ایران و مردم ایران. من اگر اومدم بیرون 43 ماه زندانی خمینی رو کشتم، از زیر شکنجه ها اومدم بیرون. هنوز که هنوزه بعضی وقتا میخوام ورزش کنم یا راه برم، به قدری کونه جسه کوبیدن رو پاهام بعضی وقتا پاهام درد میگیره. میزدن و میگفتن عشق کردی. همه اینا آدم های عقده‌ای بودن. چه عشقی کردیم؟ جز کار کردیم، خدمت کردیم، چیز دیگه نبوده. و الان میبینیم دیگه زندانها پر شده و سعی میکنه هر کی رو بگیره همونجا بهم ببره، چون جا ندارن. پول خورده خوراک زندونیا رو ندارن بدن. مملکت در و شکستگی کامله. امروز با ایران صحبت کردم، نه یه نفر بلکه 10 نفر، همه میگفتن هیچ کی سر کار نمیره، همه پولامون از بانک‌ها کشیدیم بیرون، اقتصاد کمر اینا رو شکونده، اینا قادر نیستن حرکتی رو انجام بدن. اگر با رب و وحشت که دارن مردم میگن این دختر رو بکشن اون زن رو بکشن، دارن حکومت میکنن. همونطور که گفتم قدرت اینا از اول با جسه و کشتن و اعدام‌ها بوده. فهم و شعور و بیسوادی اصلا نداشتن. اینا حتی قادر نیستن زندگی خودشونو اداره کنن. وای بالای مملکت، هرچه بیسواد سر کاره. و به خاطر همینم قراردادهای علکی میبندن و خسارتشو باید مردم بده. ولی من اولیت میخوام دیگه کوتاهی نکنه. زمانیه که باید چکمه رضا شاه رو بکوبه و طرز فکر رضا شاه کبیرمون رو به وجود بیاره. منتظر هیچی نباش، منتظر هیچ ابرقدرتی نباش. ماها در خدمت تیم که بتونی به مملکتت کمک کنی و دولت تو معرفی کنی. امروز رو به فردا ننداز. از این کمونیستای تریاکی موادی نترس، اینا وجود دیگه ندارن. ملت تو رو میخواد و باید به دادشون برسی. به شما هشدار میدم که از این آخرین فرصت‌ها استفاده کنید و به ملت بپیوندید. ورق هستید میدونید که ورق بازی وقت که خیلی دیگه کهنه بشه باز هم خاتم پاییزیم، هم شانه به پاخیزیم، سرباز ره میهن، صد پیکر اهریمن، ایرانی و آبادی در دامن آزادی. من از طرف یه ملت دارم صحبت بیکنم، چون تو 24 ساعت در ارتباطم. اما میخوام که شاهزاده حرکتش رو نشون بده و همه منتظرن حرکت آخر تو انجام بدی، دولت تو معرفی کنی
و بدونی و مردم بدونن دولت جوان تو همه روشنن، همه میفهمن بالاتر از من ایکس رو گیره، اونم نسل شیرک پازارگاده که باید دست به دست هم بدی همکاری کنی و منتظر هیچ همه قدرتی هم نباش. تا ما هستیم، وجود داریم، پای تو هستیم. هر سازمانی، هر جریانی با هر ادعایی اینو قبول داشته باشیم که زمان برای رقابت در آینده سیاسی کشور خواهد. الان اکنون وقتی زمان رقابت نیست و هر کدوم از این جریان یا مدعیان سیاسی این رو درک نکنند، یعنی تو باق نیستن. او در این جلسه یکی از اقدامات خود را کمک به ایجاد یک همصدایی در میان چهره‌های تاثیرگذار سیاسی دانست و به طور مشخص از سه چهره علی کریمی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی نام برد و آنها را تایید کرد. پاسخی محکم به برخی از هواداران ظاهری یا واقعی او که سعی دارند بعضی افراد را رقیب او معرفی کنند، اما او نشان داد که به هیچ وجه سودای رقابت با هیچ کدام از چهره‌های مطرح سیاسی و اجتماعی را در سر ندارد و فقط می‌خواهد در مسیر یک کار گروهی برای نجات ایران حرکت کند. زنده باد زن، زندگی، آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی، جاوید با پرچم شیر خورشید ایران، براو ملت ایران که اینقدر با قدرت، با شرافت برای مملکتشون به پا خواستن. دو برنامه بعدی.